بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بنام الله مهربانك بنام اوهي چز در زمین و آسمان ضرر نمی رساند و او شنوا و داناست. هر کس صبح و شب سه بار این دعا را بخواند هیچ چیزی به او ضرر نمی رساند. این حدیث بیانگر آن است که حفاظت حقیقی فقط در دست الله متعال هست که او صاحب آسمان ها و زمین و دارای عظمت، قدرت و کبریا است و نیز او سمیع و علیم یعنی شنوا و دانا است که همزمان همه صداها را می شنود تا جایی که صدای پای مورچه سیاه را در دل تاریک شب می شنود. این امر انسان مسلمان را بر آن می دارد تا همواره مراقب باشد که الله متعال از او جز سخن نیک چیز دیگری نشنود و نیز او علیم هست و بنده باید کارهایش را به او بسپارد و از کارهای زشت دست بکشد و به کارهای نیک و شایسته رو بیارد. فقط بر الله متعال باید توکل و اعتماد کرد، چرا که سود و زیان فقط در دست اوست. در مملکت و حکومت الله سبحانه و تعالی جز آنچه او بخواهد اتفاقی نمی افتد، به این مطلب که الله سبحانه و تعالی هر آنچه بر زبان می آریم می شنود و آنچه را در دل داریم می داند، باید تبدیل به باور قطعی شود.